اما نقاط تقاطع و تماس دو تابع، میخوام ببینیم دو تا تابع کجا به همدیگر قطع میکنن، کجا به همدیگه مماس میشن. بسیار هم ساده است تشخیصش. ببینید، میگم ابتدا دو منحنی را با هم قطع میدیم، یعنی مساوی هم میذاریمشون. خب ریشه باید به دست بیاد. اگر ریشه ساده بود، یعنی دو تا منحنی همدیگه را قطع میکنن، یعنی توان پرانتز یک بشه. اگر ریشه غیر ساده بود، یعنی دو تا منحنی به هم چی هم مماسن، پس ریشه های ساده یعنی جایی که دو تا منحنی هم دیگه رو قطع میکنن، ریشه های غیر ساده یعنی جایی که دو تا منحنی به هم دیگه مماسن. حالا ریشه غیر ساده، ریشه ای که هم خود منحنی رو صفر کنه هم مشتقش رو صفر کنه، اینم تو ذهنت داشته باش. یعنی شما ریشه های غیر ساده، حالا مکرر فرد باشه مکرر زوج باشه، کاری فعلا با ایناش نداریم. مهم اینه که ریشه های غیر ساده ریشه هایی که هم خود منحنی رو صفر میکنن هم مشتقش رو صفر میکنن. اینو حتما تو ذهنت باش. اولین سوال گفته دو منحنی به معادله y مساوی x منه x به اضافه 1 و y مساوی 2x به اضافه 2x2 به اضافه 1 چه وضعیتی نسبت به هم دارن؟ وقتی که میگه چه وضعیتی نسبت به هم دارن، یعنی متقاطع هم مماسن، چه جوریه؟ مساوی هم میذاریمشون. دقت کنیم، همه رو میبریم یه طرف میشه این. خب میگه معلومه باید از xش فاکتور بگیریم. این چرا شبیه اتحاده؟ پس میشه x در x به اضافه 1 به تمام دو مساوی بشه. یا این صفره یا اون صفره، یعنی یا x صفره یا x منفیه که. اما مسئله اینه این x مساوی با صفر ریشه ساده است، پس محل تقاطعه. این x مساوی منفیه که چون توان پرانتزش دوه غیر ساده است، پس محل تماسه. یعنی یک نقطه متقاطع، یک نقطه بر هم مماسن، به همین سادگی. بعدی چی گفته؟ گفته به ازای کدام مقدار نمودار این دوتا تابع بر هم مماسه. خب پس اول باید مساوی هم بذاریم. مساوی هم میذاریمشون. وقتی مساوی هم میذاریم، همه رو میبریم یه طرف. حالا مگه تابع درجه دو نیست؟ تابع درجه دو کی بحث مماس بودنش پیش میاد؟ وقتی که دلتا چند باشه؟ صفر. یعنی ببین وقتی تابع میشه درجه دو، میگه مماس دلتا رو بذار صفر. خیلی ساده دیگه، اصلا فکر نکن که ریشه باید مثلا ساده باشه، غیر ساده باشه، چی باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که وقتی که به من میاد میگه این تابع درجه دو قرار مماس بشه به اون یکی، یعنی معادله تلاقی دلتاش باید چند باشه؟ صفر باشه. دلتا بود بی دو منای 4 آسی، می نویسیم 16 منای 4 در آ منای 1 در منای 1 مساوی با 0. از اینجا آ به دست میاد برابر با منهای 3 و به سادگی جواب به دست میاد. نکته بعدی چی گفته؟ گفته در معادله درجه 2 اگر بخواهیم تماس به وجود آید، باید ریشه مضاعف داشته باشیم، یعنی دلتا 0 باشد. باید ریشه مضاعف داشته باشیم، یعنی باید دلتامون چند باشه؟ 0 باشه. خب توجه کنین، حالا گفته به ازای چه مقدار کا معادله x چیشه بذاری 6x بذاری کا من 1 مساوی با 0 ریشه مضاعف دارد. خب گوش کنین قشنگ گوش کنین، ماجرایی که اینجا وجود داره اینه. اگه تابش الان درجه 2 بود، که ریشه مضاعف داشت؟ دلتاش 0 باشه. الان که تابش درجه 2 نیست، درجه چنده؟ 6. پس تو تابع درجه 6 که دلتا نداریم، چی کار باید انجام بدیم؟ باید بیایم این رو بررسی بکنیم. چی رو بررسی کنیم؟ این که تابعی که ریشه مضاعف یا ریشه غیر ساده داره، اون ریشه هم خودش رو صفر کنه هم مشتقش صفر کنه. پس بچه ها وقتی تابع شد تابع درجه 2، دلتا صفر برای ریشه مضاعف یا جایی که مماسه، برای درجه‌های بالاتر باید به این نکته توجه کنید که ریشه مضاعف یا ریشه غیر ساده ریشه ایه که هم خودش صفر کنه هم مشتقش صفر کنه. پس من میام اینجا ازش اول یه مشتق میگیرم، میشه 6x، 5 رو بذار 6 میذارم صفر، x میشه منفی 1. این x مساوی با منفی 1 باید خود معادله رو صفر کنه. منفی 1 رو بذاریم میشه منفی 1 به تمام 6، بذار 6 در منفی 1 بذار کا من 1 مساوی با صفر. از اینجا کا به دست میاد برابر با 6. پس من تونستم کار رو به راحتی به دست بیارم. یعنی ببین، من یه بار دیگه دارم برات جمع‌بندی میکنم. هر وقت به هم بگن که تابع درجه 2 قرار به اینه که ریشه مضاعف داشته باشه، میام خیلی ساده، خیلی شیک، خیلی ساده دلتا رو میذارم صفر. بگم مماس باشه، دلتاشو میذارم صفر. ولی وقتی درجاتم بالاتره، میام میگم که خب این ریشه مضاعف یا ریشه غیر ساده ای که خواستن ریشه ایه که هم خودش رو صفر کنه هم مشتقش صفر کنه. مشتقش رو میذارم صفر، ریشه ای که در بیاد باید خودش هم صفر بکنه و از اونجا کا به دست میاد. نکته مهم میداریم. گفته اگه دو منحنی بر هم مماس باشن، در نقطه تماس ایگرگ ها با هم و ایگرگ پریم ها با هم برابرن.
اگر دو منحنی بر هم مماس باشن در نقطه تماس ایگرگ ها با هم و ایگرگ پریم ها با هم برابر. یعنی مثلا مثل این سوال میگه خط به این معادله در x اس 1 بر این مماس آ کدام است؟ یعنی توی این نقطه باید این با اون تابع خود ایگرگاش برابر باشه، مشتق اینم باید با مشتق اون برابر باشه. یعنی چی؟ نگاه کنید، اول ایگرگا یکو گذاشتم این تو شده منفی 3، یکو میذارم اون تو میشه آ به اضافه بی به اضافه 1. حالا ایگرگ پریما نگاه بکنید، مشتق این یکی که شده 2، مشتق اون شده 2 ایکس به اضافه ب، جای ایکس تا 1 بذاریم میشه 2 مساوی 2 آ به اضافه ب. حالا یک دستگاه دو معادله و دو مجهول داریم، اگر حلش کنیم آ میشه 6، بی میشه منهای 10. به راحتی سوال حل شد. پس شما بدونید اگه قرار باشه دو تا منحنی به هم مماس باشن تو نقطه تماسش هم خودشون با هم برابرن، یعنی ایگرگاشون برابره، هم مشتقاشون با هم برابره، یعنی ایگرگ پریماشون هم با هم دیگه برابر میشن. این سوال بسیار سوال خوبیه. گفته بذار چه مقدار آ این منحنی بر محور ایکس ها مماس است؟ بذار چه مقدار آ این منحنی بر محور ایکس ها مماس است؟ خب ببینید، وقتی بحث مماس بودن رو مطرح کرده این ریشه غیر ساده داشته باشه. خب من یه ذره فکر میکنم میبینم A تا به درجه 2 دارم، پس میگم که یعنی با ریشه مضاف یعنی دلتاش 0 باشه، میام دلتاشو میذارم 0، میشه A2 منهای 4 در 1 در منفی 1 مساوی 0، میشه A2 بذار 4 0، یعنی میشه A2 منفی 4. آیا یک عبارت به توان دو میتونه منفی باشه؟ نه، پس این میشه جواب نداره. اون دانش آموزایی که خیلی سطحی نگاه میکنن میگن خب دیگه پس هیچ مقدار آی وجود نداره، آقا درجه 2 دلتاش صفر نمیشد. میگم خب یه پرانتزم این کنارش هست بچه، اصلا ریشه غیر ساده یعنی ریشه که بیش از یک بار تکرار بشه، مضاف یعنی دو بار، حالا مثلا مکررم درجه 3 یعنی مثلا 3 بار، مکرر درجه 4 یعنی مثلا 4 بار ریشه تکرار بشه. وقتی که گفته به محور x مماس باشه یعنی که ریشه‌مون غیر ساده است، یعنی با بیش از یک بار تکرار بشه. قبول داری حرف منو؟ الان ریشه این پرانتز اولیه منفیه که درسته، خب حل. پرانتز دومیه هم ریشه منفی یک اگر داشته باشه، یه بار اونجا تکرار شده یه بار اینجا، یعنی یه منفی یک اینجا تکرار شده یه منفی یک اینجا تکرار شده، خب میشه دو بار دیگه، پس دیگه ریشه ساده نیست، مماس میشه. پس من الان x اضافه 1 مساوی با 0 ریشهش میشه منفی 1، باید پرانتز درجه 2 رو 0 بکنه، میشه 1 منهای آ منهای 1 مساوی با 0، اینجا آ در میاد 0 جواب به دست من. پس همیشه تو این سبک سوالا اون درجه رو که باید دلتاش 0 بشه کاری نداریم میذاریم کنار. در مرحله بعدی اگر ما ریشه یه پرانتز اون با ریشه اون یکی پرانتز یکی باشه، اینجا ما داریم ریشه مضاعف دوباره ایجاد میکنه، پس بازم میتونه مماس باشه. حواستون حتما به این موضوع باید باش. این یکی سوال نگاه کنید در امتداد قبلی است، گفته به ازای کدام مجموعه مقادیر آ این منحنی بر محور ایکس در یک نقطه مماس است؟ وقتی میگه بر محور x مماس یعنی y رو باید بزنیم 0، پس باید ریشش غیر ساده باشه. دو مرتبه دانش آموز این معادله درجه 2 رو میبینه میخواد چک کنه که دلتاش 0 هست یا نیست. چرا؟ چون بچه‌ها تا میگن مماس درجه 2 میبینن یاد دلتا مساوی 0 میافتن. دلتاشو میذاره میبینه که 0 نمیشه، ریشه‌هاشو به دست میاره. چرا ریشه‌هاشو به دست میاره؟ به خاطر اینکه تو سوال قبلی خود من گفتم وقتی اینجوری دو تا پرانتز تو هم دیگه ضرب میشن، ریشه های این پرانتز اگه اون یکی پرانتز هم صفر بکنه ریشه مضاعف ایجاد میشه. الان این مثبت و منفی دو که ریشه پرانتز دومی است، اگه پرانتز اولیه رو صفر بکنه یه بار اینجا تکرار میشه یه بار اونجا میشه ریشه مضاعف دیگه. من دو رو جایگذاری میکنم اونجا میشه 1 2 ضرب در 2 به اضافه آ مساوی با 0، آ میشه منفی. حالا یه بار منفی 2 رو جایگذاری میکنم میشه 1 2 ضرب در منفی 2 به اضافه آ مساوی با 0، آ میشه 1، پس دو تا مقدار به دست. پس حرف منو بفهم، تو این مدلیا اون درجه رو اگه دلتاش 0 شد که یه سری مقادیر به دست بیاد، 0 هم نشد شما باید حتما ریشه های اون پرانتزی که میتونی ریشه هاشو به دست بیاری تو اون یکی قرار بدی، چون تحت این شرایط دوبار تکرار میشه بهش میگن ریشه مضاف.